دوستان عزیزم سلام، به چنل ما خوش اومدید. برای دیدن فیلم های بیشتر و دانستنی های بیشتر ممنون میشم اگر کانال ما رو سابسکرایب کنید و ازتون میخوام که فیلم هایی رو که براتون جذاب بوده رو لایک کنید و نظراتتون رو برای ما در کامنت ها بذارید. مشکلی که همه ما این روزها داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم چیزی نیست جز ویروس کرونا. بله، ویروس کرونا به سرتاسر جهان سرایت کرده و دست کم در مورد ابتلای انسان‌ها به خود تبعیض چندانی رو قائل نشده و میشه گفت تمام اقشار جامعه رو درگیر خودش کرده. به این ترتیب شاید برای اولین بار جامعه لاکچری سیاست و ورزش هم گرفتار این بیماری مصری شده. در این بین تعدادی از چهره‌های سرشناس فوتبال و فوتبالیست‌ها در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. کرونا ویروس یا همون کووید 19 تقریباً در تمام نقاط جهان اکنون حضور داره و میشه گفت شوربختان دنیای فوتبال هم از دست این ویروس در امان نمانده. لیگ‌ها و مسابقات فوتبالی فراوانی اکنون در سرتاسر نقاط جهان به تعویق افتادند، در حالی که هنوز بحث‌ها در مورد برگزاری به موقع مسابقات یورو 2020 همچنان ادامه دارد. فوتبالیست‌ها هم علی‌رغم ثروت و آمادگی جسمانی که دارند از دست کرونا در امان نبوده و به اندازه هر انسان دیگری در خطر ابتلا به اون قرار دارند. و در ادامه فیلم اطلاعاتی در مورد فوتبالیست‌هایی که به این ویروس مبتلا شدن در اختیارتون قرار می‌دیم، پس با ما همراه باشید. در لیگ برتر فوتبال انگلیس ابتلای تعدادی از مربی‌ها و بازیکنان به ویروس کرونا تایید شده که آنها نیز این ویروس را به دیگر اعضای تیم خود هم از بازیکن‌ها، مربی‌ها و کارکنان انتقال دادند. تنها دقایقی بعد از اینکه سازمان لیگ برتر اعلام کرد مسابقات این لیگ طبق برنامه قبلی انجام خواهد شد، مبتلا شدن میکل آرتتا سرمربی تیم آرسنال به کرونا به طور رسمی تایید شد. در نتیجه تمامی اعضای توپچی‌ها قرنطینه شده و بازی آنها در برابر برایتون نیز به تعویق افتاد. آرتتا در بیانیه‌ای که توسط باشگاه منتشر شد چنین نوشته است که واقعا ناامید کننده است، اما بعد از احساس کسالت تست دادم و در سریع ترین زمانی که اجازه یابم سر کارم حاضر خواهم گشت. خبرهای مربوط به مثبت بودن آزمایش کرونا میکل آرتتا چند هفته بعد از آن مخابره شد که اونجولوس ماریناکیس مالک باشگاه اولمپیاکوس یونان بعد از پیروزی تیمش در برابر توپچی‌ها در لیگ اروپا در استادیوم امارات اعلام کرد که به کرونا مبتلا شده. با این وجود تا به امروز هیچ گونه ارتباطی بین این دو فرد یافت نشده. بازیکن بعدی کالوم هاتسون اودوی هست، بازیکن تیم فوتبال چلسی که به ویروس کووید 19 مبتلا شده، اما در ادامه اعلام شده که وی بهبود یافته. او در مورد بیماری خود در شبکه‌های اجتماعی چنین گفته است که به صورت یک هفته با رعایت کردن دستورات بهداشتی به صورت خودخواسته خودم را قرنطینه کردم و اکنون بهبود یافتم و امیدوارم که دوباره به زمین فوتبال برگردم و از شما به خاطر دعاهای نیکتان سپاسگزارم. زمین تمرین‌های آبی لندنی هم به دنبال انتشار خبر ابتلای هاتسون به اودوی به کرونا تقریبا بسته شده و کسانی که با این بازیکن تماس مستقیم داشتند به صورت خودخواسته با رعایت کردن توصیه‌های بهداشتی خود را قرنطینه کردند. و سومین نفر بنجامین مندی، مدافع تیم فوتبال منچستر سیتی هست که بعد از آنکه مشخص شد یکی از اعضای خانواده وی به ویروس کرونا مبتلا شده، ناچار به خود قرنطینگی شد. تیم اورتون به دنبال نشانه های در یکی از اعضای تیم خود ناچار به قرنطینه کردن کل تیم شد و تافی ها هم تمام مراکز تمرینی خود را در لیورپول بستند. با این وجود جوردن پیکفورد دروازه‌بان تیم اورتون از قرنطینه شدن خودداری کرده و در یک مسابقه بوکس خیریه حضور یافته. در سری آ ایتالیا نیز تعداد زیادی از بازیکن‌ها به ویروس کرونا مبتلا شدند که مشهورترین آنها دانیل روگانی مدافع تیم فوتبال یوونتوس است. وی در برابر واکنش‌ها چنین گفته است که از همه کسانی که نگران من هستند تشکر میکنم و این اطمینان را میدهم که حالم خوب است و از همه میخواهم که به قوانین احترام بگذارن و برای این ویروس تبعیض قائل نشوند. ابتلای این ملی پوش ایتالیایی به ویروس کرونا بعد از پیروزی تیم یوونتوس بر اینتر میلان در پشت درهای بسته استادیوم شهر باعث شد که تمامی تمرینات و مسابقات تیم به صورت موقتی لغو شوند.
خبر ابتلای روگانی به کرونا مایه نگرانی بسیاری از اعضای تیم یوونتوس شده و کریستیانو رونالدو تصمیم گرفت که برای جلوگیری از ابتلای خود به این ویروس در زادگاهش پرتغال بماند. و اما شایعاتی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه پائولو دیبالا نیز به کرونا مبتلا شده، اما این بازیکن آرژانتینی ابتلای خود به این ویروس را در شبکه‌های اجتماعی رد کرده. در شهر تورین مانولو گابیادینی مهاجم تیم سمپدوریا که دومین بازیکن سری آ بود ابتلای او نیز به کرونا تایید شد. باشگاه سمپدوریا اعلام کرد که کالی، آلبین، آنتونیو، مورتن، فابیو، بارتوش و اعضای تیمش هستند که در کنار پزشک تیم بالاردی به ویروس کرونا مبتلا شدند. دوسان پاتریک جرمن از بازیکن تیم فیورنتینا هستند که اعلام شده نتیجه تست آنها به کرونا نیز مثبت بوده. تیم رئال مادرید اسپانیا نیز به صورت مستقیم درگیر بیماری کرونا شده و بعد از تایید ابتلای یکی از بازیکن‌های تیم بسکتبال به کرونا فعالیت کل باشگاه متوقف شد و اعضا در قرنطینه خانگی هستند. از اونجایی که برخی از اماکن فعالیتی در تیم بسکتبال و فوتبال پایتخت اسپانیا مشترکه است، توصیه شده که هر دو تیم اعضای خود را در قرنطینه خانگی نگه دارند. این موضوع باعث به تعویق افتادن بازی برگشت رئال مادرید در برابر منچستر سیتی شده و تاثیر زیادی تو تصمیم سران لالیگا برای تعطیلی لیگ فوتبال اسپانیا برای دو هفته آینده شده. تیم فوتبال بارسلونا نیز تمامی فعالیت‌های خود را متوقف کرده و به اعضای تیم گفته است که در خانه‌هایشان بمانند. لیونل مسی اگرچه به این ویروس مبتلا نشده، اما در یک پیام در شبکه‌های اجتماعی خبر از قرنطینه خانگی خود و خانواده‌اش داده و گفته است که این روزهای بسیار سخت است و ما نگرانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، اما می‌خواهیم با دور کردن خود از اماکن شلوغ به همدیگر کمک کنیم. دوستای عزیزم، دستورالعمل‌های پزشکی را در برابر این ویروس جدی بگیرید، در خانه بمانید. براتون آرزوی سلامتی دارم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. منتظر لایک‌ها و نظراتتون هستم. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.